منم خدا بخشنده و مهربان. سلام خدمت شما عزیزان بیننده، ان شاءالله روز را تا این دم به خوبی و خوشی آغاز کرده باشید. باز هم عایشه نیازی در خدمت شما در برنامه برنگ روز حضور پیدا کردید و ان شاءالله تا پایین برنامه با ما باشید و از داشته های برنامه لذت برده باشید. مهمان امروز برنامه ما دکتر احمد زکی افغان یار پوپل هستند، مهمان برنامه ما و موضوعی را که امروز ما انتخاب کردیم در رابطه با فعالیت های جوانان هستند در عرصه ادبیات. و سلام خدمت شما دکتر صاحب، خوش آمدید به برنامه. به نام آن که هستی را بنا کرد، جهان را از گل رویش بپا کرد، هزار و صد سلام باشد شما را، همه دنیای ما باشه. خدایا عرض سلام و خسته نباشید. خواست دارم خدمت تمام دوستان و حیات عزیزی که همین اکنون صدا و سیمای ما را بیننده هستند، امید است که تا این دم روز را به خوبی خوشی گذارنده باشند و تا لحظاتی که با ما هستند امید که بهرمندی خوب برن. بسیار تشکر دکتر صاحب. دکتر صاحب بشه در اول ابتدا داری بگویم که چقدر شما اثرات جدید دارین از نوشته هایتان و یا کتاب تا حال چاپ کردین و یا خیر؟ اثرات جدید تا فعل حال همیشه اثرات ما در حال رشد است و همیشه زیاد شده میره، که همچنین تقریبا سه شعر را امروز نوشته کردم و همین شکل هر روز نوشته میکنم و در هفته و در طول ماها شعرم روز به روز افزایش یافته میره و زیادم شده و مجموعه شعری روی دست دارم به نام سخنان دل. انشاءالله مصروفیت های کاری که کم کمتر شد و رو به چاپ خواهد رسانده. بسیار تشکر. میشه در بریم بگوین چقدر علاقه مندی جوانان نسبت به شیرگویی است و چقدر جوانان علاقه دارن در وقت به شیرگویی در افغانستان؟ خب در تمام سطح که ببینیم کلا نه تنها جوانان بلکه تمام قشر جامعه به شعر گفتن و شعر شنیدن علاقه دارن، در حالی که در تمام جامعه شعر در حال رشد است و هم هر کس دوست داره که شعر بگه، اما بیشتری دوستا به دلیلی که شعر گفتن نمیتونن بازوا و از بس علاقه شان زیاد است، شعرهای کسایی که خیلی شعرهای خوب را میسرایند و شعرهایی که بدل از اون چنگ میزنه و شعرها را حفظ میکنند و بعد در مجالسی که دعوت میشن، چه مجالس علمی باشه، سیاسی باشه، اجتماعی باشه، در تمام از این مجالس و شعرها را به کار میبرند و میشه در زندگی خود انسان یک رول مهمی را داره، چون که میتونی گفته های تا به یک فرد دیگه انتقال بدی، در حالی که شاید اگه مو حرف به شکل عادی به یک نفر بزنی این خیلی سر روحی از او تاثیر بگذاره، تاثیر بد، اما وقتی که به زبان شعری بیان میشه او طرف مقابل هم میفهمه که هدف شما چی بود و برداشت بعدی هم نسبت به شما نمیداشته باشه. دقیقاً. بسیار تشکر. میشه در بریم بگوین چقدر فعالیت های جوانان، یعنی چقدر زمینه مساعد است به اینکه جوانان بتونن در این زمینه کار کنن و فعالیت های خود انجام بدن؟ خب از این طریقه زیادتر تمام رسانه های اجتماعی، همین رسانه ها که از در عرصه اجتماعی و ادبی و فرهنگی زیاد برای جوانان واقعا تلاش و کوشش میکنه و میخواین که جوانان جامعه ما رشد بکنه و اینمی خودش یکی از سبک ویژگی های هست که در اختیار جوانان ماندگی است، که یا میتونن تمام داشته های خود را از طریق رسانه ها به مردم افغانستان چی کنن؟ بیان بکنن و مردم هم از این گفته های از یا و از نوشته های از یا مستفید شود و بدانند که چقدر یا کارکرد هایی را کردن و هدف و موضوعی از اینها چی بود و اینها چی چیزی را میخواستن و مردم جامعه انعکاس بدن. هدف شعر گفتن و دلیلش هم همین چیز است که کسی که شاعر است میخواد که بیانات خود را، گفته های خود را، حرف های نگفته دل خود را به مردم جامعه خود انعکاس بده و بعض همین طریق است که میتونن ایها چی کنن، هدف خود را به مردم بیان بکنن و اینمی جامعه ما و شما واقعا یک جامعه است که در او روش های فکری زیاد انجام میپذیره به شرطی که فقط کم عزم و اراده داشته باشه. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. دکتر صاحب میشه دی بار هم بگوین که آیا کدام انجمن خاص است بر جوانان که بتونن در اونجا استعداد خود جویاشان و بتونن از استعدادهایی که دارن در اونجا استفاده کنن؟ خب ما خودم تا فی الحال به هیچ انجمن یعنی چی نشدیم، به او وابستگی ندارم، اما جوانان انجمن های زیادی را میدانم که در همی عرصه ها کار میکنن، در عرصه های ادبی و فرهنگی که دوستایی که در همی عرصه درس میخوانن و تعلیم میکنن میخوان چیزی را بیاموزن یا به یک سمینارهای علمی دعوت شون، از طریق همی نهادها زیادتر میروند دوستا و اطلاعات فرهنگ، وزارت اطلاعات فرهنگ مرجع اصلی هست که زیادتر به جوانان رشد های را فراهم ساخته، ای که از نظر همون نهادها
چقدر فیصدی بر ازوا تخفیف میپذیره، بستگی به او داره که اون نهاد چقدر فعال است و چقدر در او جوانان با استعداد دخیل هستند. بسیار زیاد تشکر. میشه درباره هم بگوین چقدر اشتراک جوانان در این انجمن ها بیشتر فعالیت کنن، چقدر به فایده خودشان است و میتونن از امو استعدادهای خود زیادتر استفاده کنن؟ اولی نه و فایده هیچ انجمن ها و یا این سمینار های علمی فرق نمی کنه که در هر بخش ادبی که باشه، مهم این است که جوان ها بتانه خود رشد بده و این به رشد جوان ها بسیار بسیار مستفید است. در اول هم که هست در آیات قرآن شریف وقتی که می فرمایید و امرهم شورا و بینهم، شما در بین یکی دیگر مشوره کنید. پس اینمی نهادها وقتی که انجمنها سیمینارهای علمی را برگزار میکنند، اینها کلش باعث از این میشه که شما افکار خود را با افکار مردم جامعه خود در میان میگذارین و چیزی را که یاد دارین شما بر از انتقال میتین و اموها چیزی که یاد دارن بر شما نکات پانکت های منفی و مثبت شما را نکته گذاری میکنن و بر شما میگن که اینی طریق روشتان درست، اینی طریق روشتان غلط بود و اینی چیزی را که شما گفتین مردم جامعه فعلا این چیز ضرورت داره و شما بیشتر تمرکزتون سر ازی باشه که در این بخش علمی چی کنین، بیشتر کوشش تلاش هایتان را بکنین و باعث ازی میشه که همو انگیزه و شور اشتیاق شما بیشتر شوه با تشویقهای مردم، چون که زمانی که وا شما رو تشویق میکنن میگن واقعا یک جوان نوجوان یا جوان با استعداد هستی، این باعث از این میشه که خود فرد در اون انگیزه پیدا شود که بله من هم میتونم. وقتی که گفتی من هم میتونم، پس این خودت یک قدم مثبتی را در عرصه پیشرفت خود چی میکنی؟ پایه‌گذاری میکنی. بسیار زیاد تشکر. بیشتر بگویم بگویم چقدر به نظر شما جوانان فعلا در شرایطی که هستیم چقدر شوق و خواندن کتاب و مطالعه دارن و یکی مشارکت کنن در بعضی از مجالس شعرگویی و سخنرانیشان؟ دوستان که در افغانستان جوانانی که وجود دارن، اینها واقعا تقسیم بندی شده، یعنی بعضی از جوانهایی که واقعا تحصیلات را دوست دارن، اگر حتی در یک فامیل متوسط باشند و یا در یک فامیل که از لحاظ اقتصادی هم ضعیف باشند، باز هم اونها چی میکنن؟ تحصیلات خود را بیشتر ادامه میدن، چون که در زندگی انسان از همه چیز کرده تحصیلات بیشتر یک رشد عمده را در رو چه داره؟ ایفا میکنه. چرا؟ چون که هم از لحاظ فکرن فرد رشد میکنم و هم از لحاظ ای که در درون جامعه خود هم بیشتر شناخته میشوند و هم از لحاظ ای که با افرادی که در همونجا هستند میتونه رابطه خوبی را برقرار کنه، زیرا در هر مجلسی که یک فرد سخنرانی میکنه شما چیزهای مثبتی را از او پیدا میکنین که در نفع زندگی خودتان چی بیشتر میخوره. مثلا در یک محفلی که اگر در یک سمینار علمی که در رابطه با رفتارهای یک جوان در فامیل باشه، وقتی که این جوان در این سمینار اشتراک میورزه، از پوینت های مثبتی که گفته میشه که شما چی نکات مثبتی را به کار ببرین که در فامیل شما خوبتر بتونین خود نمایش بتین، چی کارهایی را بیشتر انجام بتین که فامیل شما و شما را بیشتر دوست داشته باشه، شما چی کارهایی را باید بکنین که خودتان رشد بکنین. پس این جوان وقتی که اینجا قرار میگیره به خاطر این که زبان فرد مقابل خود را میفهمه و به حیث این که او هم یک انسان است و این هم، پس چی میکنه؟ نکات هایی را که به نظر خودش مثبت میه او را بر خود میگیره و در زندگی روزمره خود به کار میبره، که این یک نوع تجربه میشه که همیشه یکی از گفته های پدر بزرگوارم این بود که میگفت تجربه پدر علم است. پس ما اینجا این به حیث یک تجربه میبینیم، چرا کسی که سخنرانی میکنه او همیشه همه چیز را از مغز یک کتاب برتان نمیگنی، تنها از کتاب نمیگه، او زمانی که رشد کرده 40 سال 50 سال 30 سال یا 25 سال از عمر خود را او صرف انمی حرف ها کرده و این یک چیزی را از انمی ها در زندگی شخصی خود جذب کرده، او داستان های زندگی خود را با مغایرت از کتاب میاره بر شما در خدمت شما میگذاره. پس شما باز از دیده تجربه از اوها چی میکنین؟ با زندگی خود یک چیزی را میآموزین. پس این بیشتر تاثیرات مثبتی را در بین جامعه می داشته باشد. به همون لحاظ در کشور ما سمینارهای علمی بسیار کم برگزار میشه، در حدی نیست که هر جوانی که در هر نقطه افغانستان هستن ای سمینارهای علمی برازوا برگزار شود. حتی ما و شما در سطح همی کابل هم بیننده هستیم
که این سمینارها به ندرت برگزار میشه و حتی زمانی که برگزار هم میشود همو نهادهایی که در اوج وجود داره از جوانا خواسته هایی را میخواهند که شما زمانی که در همینجا شرکت میکنین شما باید چی ویژگی هایی را داشته باشین. قسمی که من در فضای مجازی چندین نهادی را که تی نظر خود داشتم که برنامه هایی را داشتن در اوج شرط های پیش اشتراک گذاشته بودن بر جوانان دکه. که شما پیش از اینکه اشتراک میکنین چی خصوصیت هایی را باید داشته باشین که اشتراک میکنین. پس زمانی که سمینارهای علمی برگزار میشه چی خوب است که تمام جوانان اشتراک بورزن، زیرا باعث از این میشه که از لحاظ علمی یک چیزی را بیاموزن، به خاطر اینکه اولا او از تجربه طرف مقابل استفاده میکنه، دوما این چیزی میشه که به اندوخته های از این چیزی اضافه میشه، سومین نکته مثبتش که هست از لحاظ اجتماعی با مردم جامعه خود روی بر روی و مقابل میشه، میبینه که تنها در افغانستان جنگ دخیل نیست، بلکه کسایی هم هستند که نکات مثبت افغانستان را در نظر میگیرن، نکاتی را به خاطر پیشرفت افغانستان در نظر میگیرن و این باعث میشه که روحیه جوان یک روحیه مستعد و پرتلاش باشه. بسیار زیاد تشکر. میشه در باید بگید چقدر فامیل رول داره در انتخاب یک پرزن، چون این که چگونه باشه یک شخصیت به خود بسازه و چقدر حمایت فامیل مهمتر است نسبت به دیگران؟ از نظر شخصی خودم خود نقش فامیل یک جامعه 50% رشد یک فرزند را بر عهده داره. دقیقاً. مثال میزنیم برای شما، مثلا زمانی که بعد از سقوط طالبان افغانستان را اگه شما ببینین، جوانان سطح رشد فکریشان و رشد تحصیلیشان به او اندازه نبود. کسایی هم که رشد داشتن اونها هم وابسته به این بودن که فامیل جامعهشان او را حمایت کرده بود. همو افرادی که مثلا در او زمان بودن بزرگان یک نوجوان خود را اجازه ای را نمی دادن که در همو مجلسی که قرار دارن ای جوان سخن بزن دقیقا. سخن بگوین. وقتی که در همین مجلس قرار می گرفت و اگه این می خواست که حرف بزنم می گفت از تو بزرگترهای همینجا وجود داره که باید حرف بزنن، پس او جوان را نمی گذاشت که تو حرف بزنی. پس اینجا چی شد؟ همو جهان جوان تضعیف شد و همو تا همو زمانه که درسم خوانده بود پس می گفت ای بزرگ شدن سنم خودش باعث از این ایجاب میکنه که من در جامعه رشد بکنم، پس تحصیل یک چیز بیهوده است که من میخوانم، چرا وقت خود ناقص ضایع کنم و خود در این مصروف بسازم. و رفتن سوی شغل تجارت و مزرعه داری و دگه و دگه. اما حال را وقتی که ما و شما میبینیم جوانان ما و شما در مجالسی که سخنرانی میکنن خیلی یک نقش ارزنده ای را بازی میکنن و باعث از این میشه که جوانهای دیگه هم چی بر از ایجاد از این فکر شوه که پس وقتی که این جوان تانست در محضر اینقدر فرد سخن بگه من میتونم. حالی که جامعه رشد کرده جوانان از تاثیر ای است که فامیلشان بر از اجازه یه حرف داده که در یک مجلسی که بزرگترها هستند سخن بگه. مثلا در مجلسی که همراه فامیل جمع می شدن می گو بچه شما چیزی رو که یاد داری تو بگو. مثلا آل در فامیل خود ما برادرزاده های خردترم که هستن همیشه ما برزی ها وقتی که در مجلس خودمانی قرار می گیریم چیزهایی رو که برش در خانه یاد دادن برزو می گیم تو اینه می چیز بگو، مثلا یک سوره رو بخوان یا همی یک شعر رو که یاد داری تو بخوان. باعث از این میشه که ای برای خود انرژی بگیره، انرژی فکری از اینکه چهار نفر او را زمانی که تشویق میکنه روحیه از این بالا میره. پس میگه اگه من امروز که یک شعر را که چهار دو خط بود سه خط بود یاد گرفتم اینقدر تشویق شدم، اگر من در آینده یک آدم بزرگ شوم پس چقدر چی میشه رشد میکنم. دکتر صفی لانی یک وقفه بینده های وقفه داریم، زود برمیگردیم، با ما باشید. باز هم سلام جدید خدمت شما بینده های عزیز که تازه با ما پیوستین و انشاءالله تا پایین برنامه با ما باشین و موضوع امروز که من انتخاب کردیم فعالیت جوانان در عرصه ادبیات است و مهمان برنامه ما هم دکتر صاحب احمد زکی افغانیار پوپل با ما هستند و دکتر صاحب میشه در این باره بگین که چگونه جوانان را تشویق کنیم به این که درباره ادبیات هم توجه داشته باشن و بتونن از اونها استفاده کنن. خب عرصه ادبیات نه تنها یک بخش هست، بلکه بدون از اینکه یک بخش خاص باشه یعنی یک طیف خاص باشه تمام جوانان افغانستان باید ایره بدانند
و از این یک اندوخته ای را داشته باشند. چرا؟ اینجا چرا به وجود میاد؟ زیرا به خاطری که ادبیات نه تنها در بخش خاص خود کار میکنه، بخش بلکه در تمام سطح ها، یعنی در تمام رشته های تحصیلی که ما میآموزیم یک رول عمده خود را داره. چرا زمانی که یک دکتر قرار میخواد یک سمینار علمی طبی را برگزار میکنه و در اوج میخواد سخنرانی کنه، پس باید حتما یک دکتر در مورد نکات عمده سخنرانی بدانه که چگونه سخنرانی خود را آغاز کنه، چگونه این سخنرانی خود را جذابتر بسازه، چه مطالبی را باید در این اضافه بکنه که همی سخنرانی طبی از این خیلی جالبتر بر مردم تمام شود تا که همی سمینار به خوبی پیش بره، و چگونه اختتامیه سمینار خود را چی کنن به مردم بیان بدارن. و یا ای که یک اقتصاددان زمانی که میخواه برنامه کاری خود را در جامعه و در همو کسی که میخواه با او تجارت برقرار کنه، میخواه برنامه کاری خود را بگه که من این شکل یک پلان دارم، پلان خود را اگر به شکل عامیانه بیان کنه جذابیت خاص خود را نمی داشته باشد. چرا؟ چون که افرادی که در مقابلش از او نشسته هستن، ای یک فرد عادی جامعه نیست که به زبان عادی برش سخن بگویی، او یک فرد اکادمیک علمی است، پس اون دوست داره حرفای اکادمیک و علمی را بشنوه. پس او زم اقتصاددان هم ضرورت به ادبیات داره که چگونه برنامه خود را بیان بکنه به مردم. و زمانی که یک فرد که میخواد که سخنرانی جذاب داشته باشه، مثلا در بخش سیاست هم همچنین است که میخوای یک سخنرانی جذاب و زیبایی را داشته باشی، باید بدانی که مردم جامعه تو از چی چیزهای رنگ میبره، این گفته های از یاره تو چگونه به قالب بیان در بیاری، و ای که چگونه از درد یک جوان تو سخن بگویی، چگونه برنامه خود را آغاز بکنی، چگونه در میان سخنان خود حرف مردم خود را بیان بکنی، و چگونه یک اختتامیه زیبا و جالب داشته باشی که در فکر بیننده و شنونده تو باقی بمانه. دقیقاً، بسیار زیاد تشکر. میشه در برای هم بگوین چقدر دولت نقش داره در فعالیت جوانان و چقدر باید دولت اینا را حمایت کنه؟ در رشد جوانان همچنین که فامیل یک جامعه دخیل هستن، دولت یک جامعه هم دخیل هستن. اما در افغانستان ما میدانیم چون که افغانستان در یک بحران قرار داره، از دولت خود ما نباید زیاد توقع داشته باشیم، چون که از مسائل اجتماعی کرده اونها مسائل عمدتر سیاسی و اقتصادی بیشتری هستند که سردوچار از او هستن. با آن هم در تمام عرصه ها دولت کوشیده که به جوانان رشد کنند، زیرا شما قسمی که میبینید در طول همه 5 سال اخیر خیلی از جوانان با استعداد کشور ما در خیلی پست های بلند برقرار گرفتند و اوجا را اشغال کردند، و همچنین این جوانان تانستند که از خود شایستگی نشان بدن که بله، زمانی که همی چوکی در اختیار ما گذاشته شد، ما هم همچین استعدادی را داشتیم و میتونیم از افرادی که قبل از ما بوده ما بیشتر کوشش میکنیم، و اینمی باعث شد که ما رشد بیشتری بکنیم در جامعه، چون که همی دولت بود که رشد جوانای با استعداد را در افغانستان زیادتر ساخت که در جایگاه ها و چوکی های بلند دولتی، حکومتی، چه در عرصه سیاسی بود چه نظامی بود قرار دادند، و همچنین او جوان ها هم همچنین می کشند تا جوان های دیگه را بتانند در عرصه های دیگه چی کنند؟ او را پایگذاری بکنند نظر به استعدادشان. زیرا جوان وقتی که یک جوان با استعداد در یک چوکی قرار میگیره، میدانه که این چوکی بر از او نه تنهایی که از نظر اجتماعی یک چوکی بلند است، بلکه این یک مسئولیت عمده است که به گردن از او گذاشته شده، و هر غفلت وظیفوی که انجام میپذیره باعث از این میشه که مجازات خودش در روز قیامت زیادتر شود، چون که این خیلی یک مسئولیت عمده در دوش جوانان میباشد. پس او هم میکوشه که یک جوانی را بیاره در این چوکی های پایین تر خود برقرار بسازه، یعنی چوکی ها را در اختیارش قرار بده که یک جوان با استعداد باشه و بتانه هم از پتانسیل جوانی خود در او کار بگیره، هم از پتانسیل فکری خود. و اینمی چیز است که دولت با آن هم که قدر مشکلات داره، با آن هم جوانای افغانستان را سپورت میکنن که به خارج از کشور تحصیلات خود را داشته باشند، و از لحاظ علمی و اکادمیک مثلا وزارت اطلاعات فرهنگ شاید برای جوانا
سهولت های را برقرار بکنه و مهمتر از همه چیز خود جوان است که چی چیز را میخواه. زندگی همو چیز را در اختیار انسان قرار میده که میخواهیشه. حال این مهم نیست که امروز یا فردا، این مهم ای است که همو چیز را که تو دوست داری انمو در اختیارت قرار میگیره، چی امروز باشه چی فردا. وقتی که شما متعلق به یک فامیل میشی، او تو تنها متعلق به فامیلت هستی. وقتی که خود را متعلق به یک جامعه بسازی، پس تو متعلق به تمام مردم جامعه خود میباشی. و زمانی که تو استعداد داشته باشی، همو استعداد تو به تمام مردم انتقال داده میتونی. چرا که زمانی که استعداد داری، هر کس دوست داره آدم های با استعداد در کنار خود داشته باشه. ای که زمان دیرتر باعث ازی میشه، او بحث جداست. اما ای را باید بدانن جوانان چیزی که استعداد از یا رشد میکنه، حتما در روزی که بر از یا اختصاص داده شده باشه، در همو پوست، در همو چوکی و در همو مقام قرار خواهد گرفت. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. دکتر صاحب میشه بگین مسابقات که در مکاتب دایر میشه برای شاگردان چقدر رول داره در عرصه ازی که اینا بتونن یک آینده درخشان داشته باشن در مقابل ادبیاتی که در کشور است؟ در عرصه ادبیات واقعا حال بسیار در سر جوانان رشد فوق‌العاده خود را داره. چرا؟ زمانی که طفل‌های افغانستان هیچ کمی را از طفل‌های دیگر کشورهای جامعه دیگر جوامع نداره و حتی شاید رشد بلندتری هم از نظر ما جوانان افغانستان دارند، به خاطر ای که در کشور ما به یک بحران سر دچار است، به همون خاطر است که جوانان ما رشد نمیکنه. اما اینمی رشد که به زمانی که مؤسسات تحصیلات عالی، مؤسسه تحصیلات عالی به جوانان اینمی رشد ایجاد میکنن، این خیلی باعث رشد از او میشه. زیرا وقتی که یک طفل در یک مکتب است، وقتی اول نمره میشه، به خانه و خانواده خود میره میگه که من اول نمره شدم، پدر و مادر از او زیاد خوش میشن و میفهمند که واقعا طفلشان یک استعدادی را داشته که ای چی کرده؟ اینمی اول نمرگی را کسب کرده. ولو فامیلش به یک بحران هم سردوچار باشه، کوشش بیشتری خود را میکنن. تا او زمان کوشش میکردن، اما کوشش بیشتر خود را میکنن که طفلشان بیشتر رشد بکنن. مثلا اگر در مکاتب دایر میشه، در بخش های ریاضیات یک مسابقه برگزار میشه، در بخش های ادبیات دری برگزار میشه، در بخش های علوم اجتماعی برگزار میشه. ده جوان در ایجا در این دوره که برگزار شد، هر بخش ده جوان چی میکنن؟ ده جوان نخبه انتخاب میشه، ده جوان نخبه مکتب. این باعث میشه که نه تنها این جوانان، بلکه جوان های دیگه هم که 30-40 نفر دیگه هم که با یا در رقابت میباشه، او هم خود رشد میده. اینها که انتخاب شد، باز اونها میگن وقتی که یا تانستن در این حد برسن که مورد تشویق مدیر مکتب، سرمعلم مکتب و اساتید قرار بگیره، چرا ما نتانیم؟ و باز او جوانایی که این رشد بر از او ایجاد شد و همین تقدیرنامه را گرفتن، این تقدیرنامه باشه که مثلا یک ارزش مادی از او 10 افغانی 15 افغانی میباشه، او یک ارزش معنوی را پیش همون شاگرد میداشته باشه که همون شاگرد میگه من همی استعداد خود را باید رشد بتم. و زمانی که مکتب از من تقدیر میکنه، مدیر مکتب که به یک جایگاه بلند قرار داره از من تقدیر میکنه، رئیس صاحب معارف، مدیر صاحب معارف از من تقدیر میکنه، خب پس من باید رشد بیشتر بکنم که تا در جامعه افراد دیگه هم که هستن اونها هم من را تشویق بکنن. و اینمی معارف است که هسته گذاری جوانان نخبه افغانستان را میکنه. هرگاه اگر معارف سر بخش‌های فرهنگی یک جامعه کوشش اعظمی خود را خرج نده، او جامعه برباد و تباه میشه، چون که تمام جوانان افغانستان از سطح اینمی معارف هستند فارق میشن. اینمی رئیس های جمهور کشور که هستند، وزیرای افغانستان که هستند، موینای افغانستان که هستند، دکترای نخبه افغانستان که هستند، از اینمی معارف افغانستان هستند که سرمنشه گرفته. اگر اینمی معارف کوشش خود را سر اطفال افغانستان نداشته باشد در همین بخش ها، هیچ وقت یک جوان او قدر که باید رشد بکنه، او رشد خود را نمی داشته باشه. چرا که جا فامیل میتونه او یک طفل خود را از لحاظ مادی انکشافش بده، مثلا میتونه از لحاظ یک بخش او را انکشاف بده که یا خواهرش یا برادرش مثلا دری و ریاضی را میفهمه، اما اینمی معارف است که بخش های دیگه اجتماعیات را، مثلا کیمیا را، علوم ساینسی را، تمام از یارا به یک شاگرد میآموزانه. و اینمی است که معارف است که اولین هسته گذار جوانان نخبه افغانستان
می باشه. پس این یک بخش عمده از رشد جوانان را در اختیار خود می داشته. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. بینده های عزیز، میان برنامه کوتاه داریم، زود برمیگردیم، با ما باشید. بازم بینده های عزیز خوش آمدین به برنامه. و دکتر صاحب میشه در باره هم بگوین خواست شما که دولت در عرصه کمک کنه جوانان چی هست؟ باید دولت چقدر زمینه مساعد بسازه به جوانان در عرصه ادبیات؟ خب در این سوالتان خیلی یک سوال خیلی خوب است. ما تنها ای که از حکومت خود خواسته داشته باشیم ای تنها بس نیست، ما بلکه از تمام اشخاصی که نخبه‌ای که در افغانستان وجود دارند، از تمام افرادی که در سطح بالای حکومتی قرار دارند، در سطح بالای اقتصادی قرار دارند، ما از خواهان این هستیم که در رشد جوانان افغانستان بکوشند و راه حل هایی را پیدا بکنند. ای که هر کس که از لحاظ اقتصادی و تاجران کشور که پیش هستند، اونها بیشتر از این که پیسه خود را در اختیار یک فرد یا دو فرد قرار بده که شما بگیرین اینه میره به فلان جای، به فلان اطفال یا به فلان جوانان نخبه افغانستان ایره شما خرج بکنین، بهتر از همین میشه که اینها خودشان مجالسی را تحت رهبری خود ایجاد بکنن که جوانان نخبه که در اینجا انتخاب میشه در سطح مالی خودشان که هر چقدر میتونن، اینا میتونن که سمینارهایی را برگزار بکنن و یا ای که جمع بدون از اینکه انجمن باشن برنامه هایی را برگزار بکنن. 10-15 جوان نخبه را، 20 جوان نخبه را، 30 جوان نخبه را از بین همی جوانانی که اشتراک کرده یا را برگزینه و بر از یا از لحاظ ای که بخاطر که بتانن خود را رشد بتن و باز واک رشد بکنه جامعه خود را طبعا رشد میتن. و یا ای که زمان برازیا بورسیه های را فراهم بسازه که تا این جوانان برن به خارج و دوباره بعد از تحصیل دوباره به کشور خود برگردن که بتانن مصدر خدمت به کشور خود شوند. حال شما شاهد از این هستین که مثلا ماسترهایی که از خارج کشور وارد افغانستان میشن، مای 30-40 هزار دلار از افغانستان به خارج کشور انتقال میتن. به خاطر چی؟ اوها میگن ماستری خود را در کشور خارج خواندن و اوها از یک افغانی ما بیشتر میفهمن و اینقدر مادیات پیسی مادی افغانستان را با خود میبرن به خاطر از اینکه ماستری خود را از فلان کشور گرفتن. اما به خاطر اینکه افغانستان اونقدر ماستر نداره، به همون خاطر جوانانی که در از اون لحاظ خیلی بیشتر هم میدانن، اما به خاطر از اینکه تحصیلاتشان در یک سطح پایین کشوری است، اونها را قبول نمیکنن. پس این تجاران کشور و ای که یک کاری را بکنن که جوانایی را که حتی از اقوام خود هستند پروای نداره، جوانان افغانستان فقط رشد بتن. این پروای نمیکنه که شما منحصر به فرد قوم خود تنها کار میکنین. اگر شما از لحاظ قومی هم پیش میخواسته باشین برین، میتونین همون جوانای قوم خودم رشد بتن. درست است، ولو که یعنی منظور ما این است که بیشتری کسایی که بعضا میگن تعصبات قومی میداشته باشن، همون که شما از نظر قومی قومیت خود را هم روش بتین، او پس برمیگرده دوباره به همی کشور، باز به همی مردم کشور خود خدمت میکنن. او به یک خارجی خدمت بیشتر خود را نمیکنه، بلکه دوباره به همی کشور برمیگرده خدمت میکنه و ای از هر لحاظ به مفاد کشور است که جوانایش تحصیل کرده باشه. چرا؟ زمانی که اگه یک ماستر ما داشته باشیم در بخش اقتصادی که از کشورهای خارجی ماستری خود را گرفته باشه، وقتی که برگرده دیگر این 40 هزار دلاری که به یک خارجی داده میشه برازو داده نمیشه و جای از اوره، چوکی از اوره، انمی افغانی خود ما و شما پر میکنه که هم از درد و رنج ما و شما بیشتر آگاه هست و هم امو پیسی را که خرج میکنه دوباره در بین خود کشور میباشه و باعث از این میشه که جوانان نخبه افغانستان کوشش های خود را بیشتر بکنه. وقتی که در سطح کابل، در سطح ولایات همچین سمینارهای برگزار شود، همچین برنامه های برگزار شود، طبعا هم همون فردی که افسرده شده باشه از لحاظ از این که من هر چه بخوانم بفایده است، هیچ سود برم نمیرسه، باعث از این میشه که او رشد بکنه. وقتی که 20-30-40 دانه که سمینار همزمان برگزار شود در سطح افغانستان و در سطح ولایت افغانستان همچنین برگزار شود، باعث از این میشه که تقریبا
400-500 سمینار میشه. در طول همی 400-500 سمینار ما میتونیم تقریبا 1000 یا تقریبا 3000-4000 جوان افغانستان را به خارج از کشور به خاطر گرفتن لیسانس یا ماستری چی کنیم؟ روان کنیم و یا کلش سرمایه میشن پس دوباره به افغانستان برمیگردن. اینها تماما سرمایه های میشن که میتونن به افغانستان خدمت اعظمی و مفیدی را داشته باشن. همچنین دولت هم شاید تا حد کوشش خود را به جوانان افغانستان داشته باشند، زیرا که در حدی که من معلومات دارم در افغانستان در این بخش ها زیاد کار شده، شاید انجمن هایی که جوانان در او اشتراک دارند فی وقتی که تخفیف هایی که ایجاد میشه یا مثلا زمانی که بورسی های میایه، حتی طبعا این بورسی ها تخفیف میگیره به بنیادهای خیریه، به نهادهای اجتماعی یا تقسیمات میشه به هر بنیادی قدر میرسه. این شاید مشکل دولت نباشه که چرا جوان با استعداد به خارج از کشور نمیره. این شاید مشکل از همو نهادهای زیدخل باشه که انمی بورسیه ها را به کسی که لایقش است بر از اون نمیتن و به کسی که لیاقت همو بورسیه را ندارن به خاطر روابط قومی، به خاطر روابط فامیلی، شاید به حسب فامیل خود چی میکنن؟ بر از اون میتن که این جوانان رشد نمیکنن. و اگر انمی بورسیه هایی که در افغانستان میه با کسایی که واقعا شایستگی و لیاقت داده شود، شاید ای بتانه یک بحث مفید و ارزنده ای را در بخش علم ادبیات و در بخش اجتماعی افغانستان و در بخش سیاسی و همچنان اقتصادی افغانستان رول عمده و مهمی را بازی بکنه. بسیار تشکر دکتر صاحب. دکتر صاحب میشه چند دکلمه از اشعار که خودتان نوشته کردین هم داشته باشیم در برنامه؟ چرا نه؟ من تقریبا به خاطر از اینکه دیگه شب هوا بارانی بود دو شعر رو من نوشته کردیم، یکی منحصر به فرد بارانی ها میشه و یکی هم شعرهای مربوط به عشق عاشقی ها میشه. هوا پاییزی و بارانی است امشب، هوا پاییزی و بارانی است امشب، ز دلها بار غم جاری است امشب، دمادم نور عشق تابیده امشب، دمادم نور عشق تابیده امشب، سکوت لحظه های با تراوت، دلم چون ساحل موج جنون است، هوا پاییزی و انگیزه شور است، صدای عشق بارانی است امشب، جوابش در زمین باقی است امشب، ندای عشق همچون رعد و برقی است، ز خود بی خود کند چون می شکندی، ز خود بی خود کند چون می شکندی. شعر دومم به نام مریم زیبانگار است. مریم زیبانگار اندر فراغم لاله شد، سر رسید رنگین گل صد پاره شد، بود بودم در فراغ لاله و رنگین ماه، می تبد اندر گل گلگون سبد تیر جفا، ای دغا آن یار من از دور دیدارم نمود، صد کفن رنگین چمن صد پاره بود، سر زدم با پیکر صد آتشین جان و تنم، تاره صد زیبا نگارم لاله و رنگین منم، ای جفا تیر فلک با من چرا صد ساله شد، این جهان ما چو مرغ بسمل و افسانه شد، گفته بودم در جهان زیبا نگاران بیش نیست، لاله با پایان من صد صد پاره و رنگین نیست، گفت گفتار جهان با من چرا رنگین شد، این چه سود این لاله ها رنگین و رنگ خون شد، گفتم من در یک سخن پایان گفتار خودم، این جهان افغانیار دیدار نیست بی ماه من. بسیار تشکر. بسیار عالی. میشه دکتر صاحب در آخر هم پیامتان را بگوید؟ پیام اخیر من با تمام دوستان نهایت عزیز و گرامی، چه جوان هستن چه نوجوان هستن و چه کودک هستن، ای هست که شما باید همیشه کوشش بکنید که خود را رشد بدین، زیرا باعث از این میشه که نه تنها از لحاظ اجتماعی و فرهنگی بلکه
از لحاظ ای که در فامیل چقدر رول عمده را شما میتونین داشته باشین، سر افراد فامیلتان، برادر، برادرزاده، بچه کاکا، بچه عمه و و و تمامشان. زیرا یک آدم تحصیل کرده در فامیل زیاد رول عمده را میتونه بازی کنه، هم از لحاظ از ای که افراد که کوچکی که هستن باعث رشد از او میشه، و افرادی که در جامعه در فامیلتان وجود داره که بی بندوباری میکنه، باعث از او باعث از این میشه که تا اونها برای شما دیده و دست از بی بندوباری بردارن. و دوم ای که در زندگی انسان چیزی رخ میده که خود انسان بخواهد. انسان زمانی که میخواهد که جایگاه بلند قرار بگیره، اول نقطه گذاری بکنه جایگاه بلند خود را، بعد زندگی همون شکل به همون روال پیش میره که خود فرد مقابل خواسته بود. شاید یک سال، شاید پنج سال، شاید ده سال و شاید هم 20 سال بگذره، اما شما به همون نقطه بلندی را که خواسته بودین نرسین. پس جواب در اخیر میخوایم ایرم بگویم که جوانان همیشه یک نقطه بسیار بلندی را بر خود در نظر بگیرن. چرا؟ وقتی که میشه به همون نقطه برسن، بلکه در آینده افسوس ایره نخورن چرا ما یک نقطه بلندتر را بر خود انتخاب نکرده بودم به خاطر رسیدن. زندگی ای بر ما و شما هستی، جهان هستی. زمانی که خداوند کائنات ما را در این دنیا پیدا کرد، پس گفت شما اشرف مخلوقات هستین. چی معنا میده؟ یعنی شما تمام این چیزها که هست به خاطر شما هست. پس اگر چیزی را که ما و شما خواسته باشیم به اون میرسیم، به شرط ای که یک عزم و پشتکار راسخ داشته باشیم. بسیار تشکر دکتر سبزی که در برنامه حضور پیدا کردین، و بیننده های عزیز انشاءالله شما هم از داشته های برنامه لذت برده باشین. این بود برنامه امروزی ما، تا برنامه بعد هم شما رو به خدا میسپارم. خدا حافظتان.